آمریکا. گزارش دخالت رژیم ایران در حمله به تأسیسات نفتی عربستان منتشر می شود. اروپا تهدید به خروج از برجام کرد. آمریکا، رژیم بشار اسد در حمله به ادلب از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. دیوید شنکر، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاورنزدیک گفت ایالات متحده گزارش دخالت رژیم ایران در حملات به تأسیسات نفتی عربستان سعودی را منتشر خواهد کرد. به یفسود، هیئت مشترک تحقیقاتی آمریکا، اروپا و عربستان هیچ رابطه‌ای بین جنگ یمن و حمله به تأسیسات نفتی شرکت آرامکو پیدا نکرد. اتحادیه اروپا به طور خصوصی به رژیم ایران هشدار داده است اگر با تهدید گام‌های بعدی خروج از برجام را انجام دهد، اروپا مجبور خواهد شد که خروج از توافق هسته‌ای در ماه نوامبر را شروع کند. گاردین با درج این خبر نوشت، اخطار به رژیم ایران در جلسه روز چهارشنبه انجام شد و بیانگر این است که توافق اتمی اکنون در حال احتضار است. اتحادیه اروپا به رژیم ایران گفته است در صورت چشمگیر بودن اقدام بعدی این رژیم در فاصله گرفتن از برجام، مسئله رعایت نکردن را در سازوکار رسمی اختلاف نظر قرار خواهد داد. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد نیروهای بشار اسد در حملات خود در روز 19 ماه مه در منطقه ادلب در استان لازقیه از گاز کلور استفاده کردند. در این حمله بیش از 1000 نفر شهروند بیگناه سوری کشته شدند و صدها هزار نفر دیگر جابجا شدند. مایک پومپو افزود آمریکا به فشار بر رژیم مخرب اسد برای خاتمه به خشونت علیه مردم سوریه ادامه می‌دهد. به عنوان بخشی از فشار حداکثری، امروز خزانه‌داری آمریکا چند شرکت روسی را به خاطر حمایت از ماشین بی‌رحم جنگی اسد و تسهیل سوخت جت‌ها برای نیروهای نظامی روسیه در سوریه مورد تحریم قرار داد. First of all NATO allies are extremely concerned about Iran's destabilizing activities in the region, its supports to terrorist groups, Iran's missile program, and of course all allies also are strongly against that Iran should be able to develop nuclear weapons. Jens Stoltenberg, رئیس کل ناتو میگوید همه همپیمانان ناتو به شدت نگران فعالیت‌های برهم‌زنندگی رژیم ایران در منطقه خاورمیانه هستند. وی در زمینه اقدامات ناتو در قبال رژیم ایران گفت ما از مبادی آمریکا که میگوید رژیم ایران پشت حمله به میدان‌ها و پالایشگاه‌های نفتی عربستان سعودی بوده حمایت می‌کنیم. دبیر کل ناتو که با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز مصاحبه می‌کرد گفت تمامی اعضای ناتو نگران رفتارهای برهم‌زننده منطقه‌ای، حمایت از گروه‌های تروریستی و برنامه موشکی رژیم ایران هستند و همچنین تمامی اعضا در این موضوع اتحاد کامل دارند که رژیم ایران هیچگاه نباید قادر به ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای باشد. رژیم ضد بشری آخوندی روز پنجشنبه یک زندانی را در زندان اصفهان به دار آویخت. با اعدام این زندانی طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 12 زندانی را در زندان‌های کرج، ارومیه، سنندج، بروجرد و اصفهان به دار آویختند. First, as I said yesterday at the press conference with President Trump, we made good progress. مایک پومپئو در یک کنفرانس مطبوعاتی در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد گفت همانطور که قبلا در کنفرانس مطبوعاتی با دونالد ترامپ اشاره کردم این هفته پیشرفت خوبی در رابطه با رژیم ایران داشتیم. انگلستان، فرانسه و آلمان در این هفته بیانیه‌ای منتشر ساختند و نتیجه گیری کردند رژیم ایران مسئول حمله اخیر به عربستان است. این کشورها به رسمیت شناختند رژیم ایران در خاورمیانه تجاوزگر ظالم است و نه مظلوم. هر که رژیم ایران بیشتر تاخت و تاز کند، فشار ما بیشتر خواهد شد.